گرم ما را پذیرا باشید. میلاد رسای منش هستم و این قسمتی دیگر از مجموع برنامه های نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی هست که من به همراه سایر همکارانم طبق روال همیشه این برنامه را پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم جا داره که اشاره بکنیم سهیل عربی زندانی سیاسی آتئیست امروز روز هشتمی هست که در اعتصاب قضا هست. سهیل مشخصا اعتراض خودش رو معطوف به این کرده که به علت شیوع بیماری کرونا در حقیقت جمهوری اسلامی از آزاد کردن زندانیان سیاسی سرباز میزنه. سهیل و به همراه تعداد دیگر از زندانیان همچنان در زندان هستن و در حقیقت کرونا جون این عزیزان رو تهدید میکنه. قطعا هر اتفاقی که برای سهیل و سایر زندانیان بیفته مسبب این جنایت میشه گفت حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود. نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی قویاً این سیاست ضد انسانی جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه. همچنین شایان ذکر هست که به خاطر به همین مناسبت و در حقیقت روی کردی که سهیل اتخاذ کرده اکسیون آنلاینی به پیشنهاد و ابتکار مریم نمازی در چند روز آینده برگزار خواهد شد. این اکسیون به در حقیقت پیشنهاد مریم نمازی و شاهین محمدی هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید حتما به صفحات نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی مراجعه بکنید، همچنین صفحه فیسبوکی کمپین آتئیست های ایرانی و همچنین وبسایت نهاد اکس مازلم بریتانیا مراجعه هست که برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در این اکسیون آنلاین میتونید بهش مراجعه بکنید و اطلاعات بیشتری رو اونجا کسب بکنید. برگردیم به موضوع برنامه. عنوان این برنامه هست مذهب انتخاب شخصی یا پدیده اجتماعی. در چند روز گذشته، در چند هفته گذشته میشه گفت به علت شیوع بیماری کرونا بحث‌های زیادی پیرامون اینکه آیا به نوعی مذهب قافیه رو در رابطه با علم باخته در سطح رسانه‌های فارسی زبان و سپهر سیاسی ایران شکل گرفته. سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ بدیم که اساساً این سوال که مذهب در مقابل علم قرار گرفته سوال درستی هست و به نوعی تقلیل گرایانه و به نوعی باج دادن به مذهب طرح این نوع پرسش هست یا اینکه نیست. دو میهمان در نیم ساعت پیش رو با ما خواهند بود، عرفان کسرایی پژوهشگر فلسفه علم و همچنین نسترن گودرزی از فعالین شورای مرکزی نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی که همچنان در قرنطینه از طریق اسکایپ با ما هستند. خیلی خوش اومدید هر دو نفر. بسیار خوشحال هستم که هر دو عزیز رو ما در نیم ساعت پیش رو خواهیم داشت. عرفان عزیز، سوال اولم رو از شما شروع میکنم. در توضیح اینکه چرا به هر صورت افرادی در جامعه دچار مذهب زدگی میشن، به نظر شما چه المان‌هایی مهمتر هست و به چه شاخصه‌هایی میشه اشاره کرد برای توضیح این چرایی؟ درود بر شما و میهمان برنامه‌تون. ببینید، پدیده مذهب رو ما صرفاً از یک زاویه نمیتونیم بهش نگاه کنیم. اگر از یک زاویه نگاه کنیم، جنبه‌های بسیاری از اون مخفول خواهد ماند. از دید روانشناختی میشه بهش نگاه کرد، همونطور که فروید بهش نگاه کرد. از دید تکاملی میشه بهش نگاه کرد، همونطور که چارلز داروین بهش نگاه کرد. از دید فلسفی بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بهش نگاه کردن. از دید اقتصادی و طبقاتی باز میشه بهش نگاه کرد و حتی میشه به عنوان یک پدیده‌ای که شاید حدود 70 یا 80 هزار سال قدمت داره، از زمانی که اصطلاحاً انقلاب شناختی در تاریخ تکامل بشر شکل گرفت و انسان تونست تخیل کنه و به موجودات نادیدنی فکر کنه، ریشه مذهب و آیین و این آداب آیینی اصطلاحاً که بعدها تبدیل به مذاهب شدن رو میشه پیدا کرد. اینکه مذهب در واقع کدوم یکی از این هاست و از چه زاویه نگاه کنیم بسته به زاویه دید ما داره، بسته به موضوعی داره که میخوایم بهش بپردازیم. اگر میخوایم از دیدگاه فلسفی بهش بپردازیم، از دیدگاه جامعه شناسی یا اقتصادی، هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه توضیح بده که نقش مذهب، کارکرد مذهب و اینکه چرا یه عده مذهبی هستن توضیح بده. بنابراین به باور من قبل از هر چیز باید دقت کنیم که اگر راجع به این پرسش صحبت میکنیم، حواسمون باشه که به تمامی این جنبه ها مثل قطعات پازلی هستن که دونه به دونه باید بررسی بشن تا فهم بهتری از مسئله داشته باشیم. درسته. من یه سوال دیگه از شما بپرسم عرفان جان. به اساس ما الان میبینیم که گفتمان علم و ماده‌گرایی به نوعی چیرگی داره بر
گفتمان مذهبی، یعنی شما مذهبی ترین افراد رو هم که نگاه بکنید، موقعی که مریض میشن، مشخصا کرونا میگیرن، به علوم روز مراجعه میکنن و به نوعی امیدشون به همین دانشمندان ماده‌گرا هست که راه حلی برای مشکلاتشون پیدا بکنن. چرا به نظر در با توجه به این یک همچین شرایطی که الان در عصر حاضر در سال 2020 هست، ما همچنان یه سری افرادی رو میبینیم که اینها به هر صورت مذهبی هستن و اعتقادات ماوراءطبیعه دارن؟ نظر شخصی خود شما چی هست؟ ببینید، باور به ماوراء طبیعه خب بخشیش رو عصب شناسان و کسانی که در علوم شناختی کار میکنن، پژوهشگران مغز، میتونن توضیح بدن با اختلالات لوب گیجگاهی یا سندروم های مثل گشفین سندروم هستن که اینها توضیح میدن که در واقع در سامانه لیمبیک مغز چه اتفاقی میفته که یه عده واقعا اعتقادات شدید به ماوراء طبیعه و نقش موجودات نادیدنی در جهان دارن. بنابراین توضیح مادی اون تقریبا در دسترس هست، کامل نیست ولی نسبتا مشخصه که منشأ این باورها در مغز انسان کجاست. اما اینکه چرا یه عده همچنان باور دارند که میشه دست یاری به سوی موجودات نادیدنی و ماوراء طبیعه دراز کرد، بخشیش توضیح فرهنگی داره، به این دلیل که این باورها این در قالب تربیت از کودکی در ذهن فرد به قدری پررنگ میشه که به سختی میشه انتظار داشت که با یک بحرانی مثل همین بحران کرونا جدید فرد در تمام ساختار باورش تجدید نظر کنه و یک شبه مثلا مفاتیح الجنان کنار بذاره و کتابای ریچارد داکینز بخونه. چنین چیزی عملا چندان ممکن نیست و انتظار زیادی است که یک شبه همچین تحولی اتفاق بیفته. یک رویکرد دیگه غیر از همین رویکرد در واقع عصب شناسی، رویکرد پژوهشگران مغز و رویکرد فرهنگی اینه که بسیاری از افراد منافع اقتصادیشون در اینه که چنین باورهایی رو ترویج کنن، اگرچه که خودشون میدونن که یا اینکه حدس میزنن که چنین چیزهایی ناکارآمده، ولی خب منافع اقتصادیشون مذهب به عنوان یک صنعت، یک مارکتینگ بسیار پرسود در سراسر جهان هست و یک صنعت در واقع، خب این صنعت رو طبیعتاً صاحبان این صنعت نمیخوان به این راحتی از دست بدن و به ناکارآمدیش اعتراف کنن. این هم یک جنبه دیگه که به نظر من نباید از نظر دور داشت. بسیار بسیار عالی. نسترن جان، به نوعی همین سوال از شما دارم. در توضیح مذهب زدگی و گرایش به دیدگاه های مذهبی چه دلایل و المان هایی نقش پررنگتری دارن؟ عرفان جان توضیح دادن هم بعد بیولوژیک قضیه رو، هم به نوعی مارکتینگی که مذهب داره. نظر شما چه هست؟ چه المان‌های مهمتر و پررنگتر هستن؟ خب همون جوری که عرفان عزیز توضیح داد، جنبه‌های مختلفی داره. در واقع خوبه که به خیلی از جنبه‌هاش اشاره بکنیم. نکته‌ای که من می‌خوام روش انگشت بذارم و خیلی به نظرم اهمیت داره اینه که به هر حال این تضاد علم و مذهب همیشه وجود داشته، سالیان سال بوده که ما از زمان دورانهای خیلی دور از سقراط‌ها و گالیله‌ها و همیشه این اثبات چیرگی علم بر مذهب رو داشتیم و در واقع چیز نوعی نیست. ولی خب شرایط این بیماری هم به گونه‌ای شده که امروز بیشتر مورد توجه جهانیان قرار گرفته. خب شرایط این بیماری جوریه که از در واقع دوری میکنیم از فضاهای اجتماعی و مجبور شدن خیلی از مکانهای مذهبی رو ببندن، در حالی که قبلا شاید با وجود بیماریهای مختلف مجبور نمیشدن این مکانها رو در واقع ببندن و همچنان بر اون شیادی دین سهه میذاشتن و دائما تاکید میکردن که دین میتونه راهگشا باشه، نظر و نیاز و دعا میتونه راهگشا باشه. ولی نکته ای که من میخوام در واقع اینجا مهمتر بدونم و اهمیت بیشتری داره اینه که ببینین، بخشی از در واقع شکست مذهب خب بر همین چیرگی علم بر مذهبه که همیشه وجود داشته، ولی بخش دیگرش در واقع نقش تخریبگری که در زندگی اجتماعی انسانها داره و تمام قوانینی که مذهب در این سالها وضع کرده و دست برده تو زندگی انسانها.
به نظرم این خیلی نکته مهمیه، به جز تمام عواملی که وجود داره، فاکتورهای مختلفی وجود داره که انسانها گرایش پیدا میکنن به افکار و عقاید مذهبی، که به نظرم نمیتونه لزوماً خطرناک باشه، هرچند که در واقع کار عبث و بیهودهیه. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که به نظرم در شرایط امروزی با توجه به اینکه مثلا ما یک حکومتی رو داریم مثل جمهوری اسلامی، مهم نیستش که عده‌ای فکر میکنن در هر کجای دنیا، چه ایران باشه چه کشورهای دیگه، فکر میکنن که با نذر و نیاز میشه بیماری رو درمان کرد، ولی مهم اینه که در کشوری مثل ایران قوانینی وضع شده و روی زندگی انسانها حکومت میکنه و انسانها رو در واقع مجبور میکنه که تن به اون قوانین بدن، مثل قوانین مذهبی که در جامعه ایران رایجه، مثل اینکه در اون اول بیماری تلاش کردن که قرنطینه نکنن و مکانهای مذهبی رو بسته نگه ندارن و حتی خب من یه سوال بپرسم ازت نسن جان، عذر میخوام قطعت میکنم، شاید در رابطه با وضعیت ایران، توضیح وضعیت ایران و خیلی از کشورهای اسلام زاده خاورمیانه این نکته درست باشه که به هر صورت دولت‌های اونجا در هستن که قوانین مذهبی رو به مردم دیکته میکنن. در غرب که اینطور نیست، چرا در اروپای غربی و آمریکای شمالی ما همچنان میبینیم که یک عده طرفدار کلیسا هستن و برای به هر صورت رفع حاجاتشون و نیازاشون به مراکز مذهبی مراجعه میکنن؟ توضیح در واقع شرایط در خارج از کشورهای اسلام زده هم به نظرم مناسبات اقتصادی حاکم بر دنیای امروزه. اون چیزی که در واقع تعیین میکنه و عرفان کسرایی اشاره کرد به این مسئله که در واقع سالهای سال صنعت مذهب توسط عده‌ای که منافعشون گره خورده به این صنعت حفظ شده، این که در واقع الان ما امروزه میبینیم عده‌ای چه در کشورهای غربی چه در همه اقصی نقاط دنیا تلاش میکنن که قوانین مذهبی رو نگه دارن و در واقع انسان رو به سمت تمایلات و باورهای مذهبی سوق بدن، دلیلش این هستش که مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه امروز نیازی رو در واقع برای انسانها تعریف میکنه و یک خلأی وجود داره، چون انسانها احساس میکنن که فردیت و استثمار در جزء در واقع قوانین امروزه و حاکم بر جامعه امروز بشریت هست. به هر حال اون خلأی که ایجاد شده در اثر استثمار، در اثر فردیت، در اثر مالکیت خصوصی که در جامعه در جوامع امروزه حاکم هست، این باعث میشه که افراد برای جبران کردن اون خلأ و اینکه در واقع به هر حال بتونن با یک چیزی سرگرم باشن، احساس خوشبختی بکنن، به سمت مذهب سوق داده میشن. یعنی به هر حال کسانی که دستن در کار این صنعت مذهبی هستن تمایل دارن که این مذهب رو حفظ بکنن، چون تمایل دارن مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه امروز همچنان حفظ بشه و تعدادی از انسان‌ها در واقع با توجه به شرایط حاکم بر جامعه امروز که فردیت هست، استثمار هست و قوانین و اخلاقیاتی که سیستم‌های سرمایه‌داری بر جامعه امروز تحمیل کردن، از طریق یک خلأی به نام مذهب در واقع پر بشه. بسیار عالی. و انسان‌ها احساس خوشبختی بکنن. خیلی خیلی متشکرم هستم. خیلی ممنون. عرفان جان مجدد به شما برمیگردم. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، در چند هفته گذشته خیلی ما این بحث رو میشنویم که گویی مذهب قافیه رو در مقابله با علم باخته. خود شما، من رصد میکردم، بسیار فعال بودید، با افراد مذهبی مشخصا اسلامیون بحث و مناظره میکردید، جوری صحبت میشد در اون بحث ها و حالا موارد دیگه ای رو میشه مثال زد که گویی گفتمان مذهب و گفتمان علم هم تراز هم هستند و میشه اینها رو به نوعی در تقابل با هم دید. این در حالی هست که همونطور که باز قبلا هم اشاره کردم، ما میبینیم که در خیلی از موارد علم خیلی گسترده شده، مذهبی ترین افراد هم در جای خودش دست به دامن کشفیات علمی میشن. این که ما بیایم بگیم به اساس علم و مذهب در تقابل با هم هستن و به نوعی اینها رو همتراز هم بدونیم، آیا نوعی باج دادن به مذهب نیست؟
تقلیل گرایانه نگاه کردن به مسئله نیست، در شرایطی که ما میبینیم که دستاوردهای علمی اونقدر پیشرفت کرده که مذهبیون هم در نهایت مجبور هستند دست به دامن علم و در حقیقت ماتریالیست ها و خردگرایان بشن. نظر شما چه است؟ ببینید، در طول تاریخ به خصوص تاریخ علم رو وقتی که مرور می کنیم، از حدود قرن 16 و 17 به این سو، خب دانشمندانی بودند که اینها باورهای عمیق مذهبی داشتند و نمی تونستند بین دستاوردهای علمی که به دست می آوردند و باور مذهبیشون یک رابطه‌ای پیدا کنند، نمیتونستن از باور دینیشون دست بکشن و نمیتونستن یافته‌های علمیشون رو انکار کنن. این درباره بسیاری از دانشمندان بزرگ هست که از نیوتن گرفته که در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی، زمانی که نیروهایی که باعث میشه که در مکانیک سماوی مثلا گردش سیارات رو توضیح بده، باز هم اشاره به این میکنه که دست یک آفریدگار خالقی انگار هست که داره اینها رو منظم میکنه، این گردش ها رو کنترل میکنه. ببینید، از نظر زمانبندی سیر تحول فکری انسان، یه تایملاینی اگه براش نگاه کنیم، رقیب بودن الهیات با علم چیزی نیست که ما الان تازه اختراع، یعنی در واقع ابداعش کرده باشیم مفهومش رو، بوده، وجود داره. یعنی اگرچه که از دید امروز ما کاملا مشخصه این دو رقیبی برای توضیح جهان نیستن، دین توضیحات و تبیین‌های اشتباهی راجع به جهان ارائه میده، راجع به ابعاد جهان، راجع به ایجاد جهان ما جوابهای غلطی میده، راجع به جنین، بدن انسان، طبیعت، همه توضیحاتی که میده غلطه. این ولی خب امروز ما با پیشرفت علم میدونیم غلطه. زمانی رقیب بود، یعنی در واقع علم برای همینا حرف داشت، راجع به در نبود نظریه داروین، دین بود که تنها چیزی بود که توضیح میداد که آدمیزاد از کجا آمده روی زمین داره زندگی میکنه. بنابراین دوتا رقیب برای از نظر تبیینی دارم عرض میکنم، یعنی از نظر من فقط روششناسی علم رو دارم بررسی میکنم. دین توضیحی داشت، اما این توضیحش از اونجایی که نه ابطال پذیر بود، نه روش تجربی برای آزمون و محکش وجود داشت، کنار زده شد. الان کیهان، طبیعت و جهان ما با استفاده از قوانین مادی و با استفاده از معادلات. خب ارفان جان، عذر میخوام قضیتون میکنم، چرا پس این بحث هنوز هست؟ الان نکات بسیار خوبی رو خودت اشاره کردی. هنوز که هنوزه ما وقتی که میخوایم این رو صحبت بکنیم که به هر صورت مذهب قافیه رو باخته و کنار زده شده، میبینیم که مفسرین و فلاسفه مذهبی خیلی جسورانه میان در مقابل خردگرایان، ماتریالیست ها می ایستند، بحث می کنند و جوری بحث ها پیش میره که گویی اینا همچنان هم تراز هم هستند. شاید به لحاظ تاریخی مثلا در قدیم، صده های قبل، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این بحث محلی از اعراب داشت، ولی در سال 2020 چرا هنوز این بحث ها مطرح میشه؟ یه دلیل خیلی مهم داره و ریشه اصلی این رو من از دیدگاه روششناسی علم در God of the Gaps میبینم، یعنی خدای حفره ها. علم امروز از نظر روش شناختی خب خیلی جاها همچنان به مشکلات فکری، فلسفی و روشی داره، یعنی هنوز خیلی چیزها هست که ماهیت مشاهده، تجربه، همونطور که در علوم مختلفی مسئله هست، وجود داره. یعنی جاهایی هست که نمیدونیم. الان درباره کیهان شناسی، لحظات آغازین کیهان از صفر پیدایش جهان تا 10^-43 مشخص نیست. نه که نیست، خیلی چیزا نمیدونن دانشمندان از چگونگی شکلی نیروهای طبیعت و نادانسته ها زیاده. اینطور بگم که راجع به انرژی تاریک، ماده تاریک در کیهان شناسی خیلی چیزا هست که دانشمندان هنوز نمیدونن. مذهبیون از این نادانسته ها، از این جهل، از این اصطلاحاً میگن شکاف ها، اینجا رو با الهیات پر میکنن. God of the gaps یعنی جاهایی که ما میدونیم در علم این جاها به تدریج با پیشرفت علم پر خواهد شد، اما مذهبیون برای اینکه بگند که علم نمیدونه و این حفره ها رو داره، اون حفره ها رو با الهیات پر میکنن. تمام حرف ما در تمام این مناظره ها و بحث هایی که با اسلامگراها و مذهبیون میکنیم اینه که ما حق نداریم حفره های نادانیمون رو در علم با الهیات پر کنیم. اونها تمام تلاششون اینه که این کارو بکنند و تمام تلاش ما اینه که نشون بدیم این چه مغالطه بزرگی هست که نادانسته هامون رو در علم و این شکاف ها رو، گرفته گپس رو، خدای حفره ها رو اصطلاحاً اینها با الهیات پر میکنند. بنابراین این بحث وجود داره به خاطر اینکه یه عده مشتری داره.
یه عده مخاطب داره، کسانی هستن که هنوز میگن که علم خیلی چیزا رو نمیدونه. راستم میگن، علم خیلی چیزا رو هنوز نمیدونه. همونطور گفتم مثلا دانشمندان با وجود این همه سال پیشرفت در کیهانشناسی و فیزیک ذرات هنوز نمیدونن که ماهیت ماده تاریک یا انرژی تاریک چیه. راست میگن، نمیدونه. ولی من و شما میدونیم که اینکه نمیدونیم دلیلی برای نیست که اسمش رو بذاریم خدا یا الهیات یا ماورای طبیعه. این فرصتی است که سوء استفاده میکنند اسلامگراها و مذهبیون ازش. بنابراین این بحث ها همچنان، درسته که ما میدونیم این بحث ها قاعدتا باید خاتمه پیدا کرده باشه، اما این بحث ها همچنان وجود داره. خیلی خیلی ممنون هستم نسترین جان. همین سوال، چرا این گفتمان هنوز وجود داره؟ چرا علم و مذهب در دقیقت در یک تراز قرار میگیرند؟ تو بحث هایی که مطرح میشه گفته میشه که همطور که عرفان هم شرکت به هر صورت متدولوژی علمی شاید نقص هایی داشته باشه در جاهایی، خیلی بر این گفتمان تاکید میشه که الهیات و الهیات مدرن و مذهبی که به هر صورت عوام زده نیست میتونه معناگرایی در زندگی ایجاد بکنه و به همین دلیل هست که همچنان گفتمان علمی و مذهبی در یک تراز قرار میگن و با هم تقابل پیدا میکنن. نظر تو چه هست؟ چرا این گفتمان ها به این شکل مطرح میشه؟ دقیقا عوامل مختلفی داره. یعنی من میخوام باز به مهمترین نکات اشاره بکنم. همون جوری که عرفان عزیز گفت، دقیقا خب علم نادانسته هایی داره که این نادانسته ها با الهیات و یک سری وحی و امور مقدسی توسط کسانی که دین رو در واقع یک دکانی و یک ابزاری برای حکومت دارن داره پر میشه. به هر حال این یک بخشی از قضیه هست، ولی بخش دیگه قضیه اون بحث روح تازه‌ای در جامعه درست کردن و بحثی که قبلا داشتم، به هر حال ایجاد خوشبختی کردن و ایجاد یک آرمانی برای مردمی درست کردن در دنیایی که هیچ چیزی بهشون تعلق نگرفته و ناراضی هستن از شرایط موجود و از در واقع فردیت، استثمار، از شرایطی که براشون فراهم شده نسبت به اون اعتراض دارن و میخوان که به هر حال این خلأ خودشون رو با یه چیزی پر بکنن. بنابراین مشتریهاش هم مشتریهایی هستن که در این دنیا اونها رو از خیلی چیزها محروم کردن و در واقع خب این افراد به سمت دین هم میرن. نکته دیگه، نکته هستش که صنعت دین میلیاردها دلار براش خرج میشه و دستش بازه در جامعه. ببینین شما، ما داریم در مورد یک صنعتی صحبت میکنیم که یکی از بزرگترین صنایع دنیا هست در هر عرصه‌ای که شما بگین. یعنی به هر حال این صنعت مالیات نمیده، این صنعت میلیون ها انسان رو برده و شیفته خودش کرده که ازشون پول در میاره، اونها رو به عنوان یک مشتری میبینه که ازشون داره پول در میاره، امامزاده درست میکنه، مکان مقدس درست میکنه، پول در میاره، تجارت میکنه باشون، زن رو به استثمار میکشه، انسان رو به استثمار میکشه. به هر حال اینها رو نباید از یاد ببریم. یعنی تمامی این عوامل به خصوص فاکتور اقتصادی خیلی مهم میداره، باعث شده که خیلی از انسانها به سمت دین گرایش پیدا کنن. ولی اون چیزی که من میخوام بگم فقط در جنبندی اینه که ای کاش فقط در حد در واقع اعتقاد و اعتقاد داشتن به دین بود و اینکه میلیون ها انسان امروز حتی در سال 2020 تصور فقط میکردن یا اعتقاد حتی داشتن، اعتقاد شدیدی داشتن که میتونن بیماری خودشون رو با نذر و نیاز و دعا برآورده در واقع رفع بکنن، بیماری خودشون رو درمان بکنن. اما موضوع فراتر از اینه. من میخوام بگم که میلیون ها انسان در دنیا توسط صنعت دین به استثمار کشیده شدن، میلیون ها انسان قربانی میشن. دین فقط نذر و نیاز نیست، دین انسان میکشه، اعدام میکنه، قصاص میکنه، قدرت سیاسی رو در کشورهایی مثل کشور ما گرفته و انسانها و زن و کودک و حیوانات رو به اسارت گرفته. به هر حال کاش که فقط در حد در واقع تفکر و اعتقادات ماورالطبیعه باقی مونده بود و وجود داشت.
این میتونست یه آرزو، یعنی حتی برای من میتونه یه آرزوی بلند مدتی باشه. امیدوارم که فقط یک روزی در واقع قدرت سیاسی از دین گرفته بشه، مجبورشون بکنن مالیات بدن، مجبورشون بکنن که در واقع دستشون رو از زندگی انسانها کوتاه بکنن، چون این یک صنعتی هستش که توی زندگی اجتماعی انسانها دست برده و انسانها رو داره از این طریق عذاب میده. بسیار عالی. به هر حال نکته ای که میخوام بگم در واقع اینه. خیلی خیلی متشکر هستم. سوال آخر ارفان جان در این برنامه، اگر بپذیریم مذهب پدیده ای هست که باعث گرفتاری و به نوعی عذاب و رنج مردم میشه، چطور میشه با مذهب زدگی مبارزه کرد؟ آیا اینطور حالا مطرح بکنم، روشنگری و آگاهی دادن به آحاد جامعه از نظر شما مهمتر هست؟ و یا اینکه ما به اساس باید به این مناسبات اقتصادی و شکل جامعه رو به شکلی تغییر بدیم که افراد مذهب زده نشن؟ شما کدوم رو مهمتر و برجسته تر میدونید؟ ببینید، در تکمیل و تایید اونچه که نسترن عزیز گفتند، مناسبات اقتصادی قطعا یکی از اضلاع اصلی این هرم هست و غیر قابل انکاره. و اگر که مذهبیون با معنویات و دنیای ماورای طبیعی سر و کار دارن، صحبت من همیشه به اینشون اینه که بسیار خوب این کاراتون رو بکنید، اما بدون پول. تمام این کارا رو مجانی انجام بدید. ولی خب میبینیم که اینطوری نیست و هیچ گروه حاضر نمیشن بدون گردش مالی این کارا رو انجام بدن، به خاطر اینکه تبدیل شده به یک مارکتینگ پرسود. و به هم خوردن این سیستم اقتصادی مذهب قطعا پایه های اون رو خواهد لرزوند. در دولت های سکولاری که مذهب و نهاد مذهب مجبور باشه مالیات بده، مجبور باشه برای ریال به ریال و سنت به سنتی که مخارج میکنه حساب پس بده، اون وقت قطعا رشد مذهب و قدرت مذهب به این شکلی امروز نخواهد بود، در این تردیدی نیست. اما این مانع از این نیست از دید من که روشنگری سویه دیگه ای نداشته باشه. روشنگری به شکلهای مختلفی میتونه انجام بشه. راه دشواری است. به هر حال در طول تاریخ ما 10,000 سال اخیر در حدود 100,000 دین ساخته شده، 2,500 خدا اومده، و این هم مناسبات اجتماعی بوده. مطالعه بود که من قبلا یک جا بهش اشاره کردم، در نیچر در سال 2019 منتشر شد، که نقش خدا، دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ساختارهای اجتماعی رو بررسی کردن، دیدن نقش خدا به مرور در واقع با پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی، نقش خدایی که ناظر و اصطلاحا ضامن اون قوانین اون قبیله یا جامعه است پررنگتر میشه. بنابراین انسان طبق این مطالعه خدا رو ابداع کرده و خدا رو هی قدرتمندتر کرده. بخش زیادیش برمیگرده به همین مناسبات اقتصادی. بسیار عالی. یه ولی سوال بپرسم عرفان جان، عذر میخوام جانم قطعتون میکنم، کدوم مهمتر هست الان؟ آتئیست های جوانی که امروز دارن فعالیت میکنن در صفحات مجازی، حالا مشخصا در رابطه با ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، میبینیم که جنبش آتئیسم، خردگرایی الان خیلی جنبش پویایی هست. کدوم مهمتر هست؟ باید رفت پای این که به هر صورت روشنگری کرد، تقدس زدایی کرد، و یا نه مثلا باید با حاکمیت جمهوری اسلامی مبارزه کرد؟ مشخصا اگه کوتاه بفرمایید، کدوم به نظر شما مهمتره؟ من اگر بخوام خیلی کوتاه پاسخ بدم، این دو رو دروی یک سکه میبینم. این دو یه چیزن. در واقع وقتی که مقدس زدایی بشه، افراد بفهمن که این باورها فقط خیالاته، خب عده کمتری تن به این باورها میدن و خب اون نظم اقتصادی ریز ریز قطعاتش، پازلش باز میشه، از هم دیگه کوتاه میشه دست اونها. بنابراین این دوتا یک چیزه و به باور من دادن اولویت به یکی شاید چندان معنا نداشته باشه. کسانی که روشنگری میکنن و آگاهی بخشی میکنن به توده آینه آگاه، اونها همونقدر سهم خواهند داشت تا کسانی که در واقع مبارزه سیاسی میکنن بسیار برای مشکل هستم. نجات اون جامعه. و بنابراین فکر میکنم که اینها دوروی یک سکن و تفاوتی بین این دوتا من نمیبینم. هر کسی که کار یک رو میکنه کار دو رو میکنه، هر کسی که کار دو رو داره انجام میده کار کار یک رو یک هم انجام میده. اتوماتیک داره انجام میده. بسیار عالی. در یک راست هستم به نظر شما. نستن جان، همین سوال، با مذهب چطور میشه مبارزه کرد؟ به نظرم خب بخش عظیمی از جامعه، به خصوص ما در مورد جامعه ایران صحبت بخوایم بکنیم، نفرت عظیمی از جامعه از اسلام دارن و
به حال این نفرت عظیم تبدیل میشه به یک جنبش عظیمی علیه اسلام و اسلام سیاسی، اسلامی که در قدرته. و خب مهمه که این به معنای اون گفتمانی که امروزه در جامعه ایران شکل گرفته، همونطوری که خودت هم در اول برنامه گفتی، پیروزی و چیرگی علم و بر مذهب و بحثهایی که در رابطه با این شکل گرفته، به هر حال این به معنای پیروزی مطلق نیست. مهمه که نهادهای سکولار چقدر عمل بکنن، چقدر در این جمع کردن نیروها، چقدر در کوتاه کردن دست مذهب از زندگی انسانها چقدر خوب عمل بکنن و در واقع در مراحل بعدی بتونن انسانهای بیشتری رو نسبت به مذهب و اسلامی که در جامعه ایران هستش به حال روشنگری بکنن و همینطور دست به تغییر قانون ببرن. یک نکته ای که من میخوام اشاره بکنم این هستش که من نظر شخصی خودم این هستش که تغییر قانون در مقایسه با بحث روشنگری خیلی اهمیت بیشتری داره. چرا که ما در جامعه های همین مثلا اروپایی میبینیم که افرادی از کشورها اسلام زده میان و میخوان که قوانین اسلامی رو اجرا بکنن، ولی در واقع قانون جلوی اونها رو میگیره و دست اونها رو کوتاه میکنه از زندگی کودکشون، از زندگی همسرشون، از دخالت در واقع زندگی دیگران. و به این ترتیب به نظرم قانون نقش پررنگتری، یعنی خیلی خیلی ممنون قانون هستم. به ویژه در اون چیزی که ما در مورد ایران میبینیم، به هر حال من به عنوان یک آتئیست یکی از جوامع، یعنی جامعه ایدئال من این هستش که نه تنها سکولار باشه بلکه مبارزه آگاهانه و روشنگرانه با مذهب داشته باشه و قانونی در اون مملکت رواج پیدا بکنه و وجود داشته باشه که در واقع اجازه نده مذهب در زندگی انسان ها دخالت. خیلی خیلی ممنون هستم، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از هر دو میهمان که در نیم ساعت گذشته با ما بودند، عرفان کسرایی پژوهشگر فلسفه علم و همچنین نسترن گودرزی از فعالین نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی. همچنین سپاسی ویژه دارم از شما عزیزانی که در نیم ساعت گذشته این برنامه را دنبال کردید. قطعا میتونید در رابطه با موضوعاتی که مطرح شد در این برنامه اظهار نظر بفرمایید. راههای تماس با ما در پایان برنامه اعلام میشه. اینجا من میلاد رسایی منش به همراه همکارم حامد جمالی لحظات خوبی را برای شما عزیزان آرزومندیم.